بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان و شنوندگان عزیز، درود بر شماست. با کلاس 31 در خدمت شما حاضر هستم. امروز ما در این کلاس ترجمه رکوع 30 از سوره بقره خواهیم خواند، یعنی از آیه 233 سوره بقره آغاز خواهیم کرد. اولین آیات را تلاوت می کنم، سپس ترجمه به زبان فارسی خواهیم خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرزقن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تزار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِئُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. حالا ترجمه این آیات، یعنی ترجمه به زبان فارسی می‌خوانیم. اولین آیه است: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. و ایزا و چون طلقتم النساء، طلاق دادید النساء زنان را، و بلغنا پس رسیدند
اجلهن به میاد خود. ولا تعزلوهن. پس منع مکنید ایشان را. این ینکحن از آن که نکاح کنند. ازواجهن با شوهران خیش. اذا ترازو بینهم. وقتی که با یک دیگر راضی شدند. بینهم در میان خیش. بالمعروف به روش پسندیده. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. ذالک این حکم. یوعظ پند داده می شود. بهی به آن. من هر کسی را خانه که منکم مومن باشد یعنی من کان منکم یؤمن بالله هر کسی را که مومن باشد منکم از شما بالله به خدا و یوم الاخری و روز قیامت. ذالکم ازکا لکم و اطهرو. ذالکم این کار ازکا لکم خوشتر است و اطهر و پاکیزه تر. والله و خدا یعلم و می داند و انتم و شما لا تعلمون نمی دانید. و ترجمه فصیح اینطور می باشد. و چون طلاق دادید زنان را پس رسیدن به میاد خود. پس من مکنید ایشان را از آن که نکاح کنند با شوهران خیش. وقتی که با یک دیگر راضی شدند در میان خیش به روش پسندیده. این حکم پند داده می شود به آن هر کسی را که مؤمن باشد از شما به خدا و روز قیامت. این کار خوشتر است و پاکیزه تر و خدا می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرزقن اولادهن. والوالدات و مادران. يرزقن باید که شیر دهند. اولادهن فرزندان خیش را. حولین کاملین. حولین دو سال. کاملن تمام. حولین کاملن دو سال تمام. لمن اراد ان یتم الرضاع. این حکم آن راست که خواهد تمام کردن مدت شیر. لمن اراد ان یتم الرضاع. این حکم آن راست که خواهد تمام کردن مدت شیر. و علل مولود و بر پدر. لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف. نفقه و پوشاک این زنان شیرده است. و علل مولود و بر پدر. لهو رزقهن و کسوتهن. نفقه و پوشاک این زنان بالمعروف این زنان شیرده است
به وجه پسندیده، بالمعروف به وجه پسندیده. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف واجب کرده نمی شود نفس بر هیچ کس الا وسعها، قدر توانایی او. یعنی واجب کرده نمی شود بر هیچ کس الا قدر توانایی او. لا تزار را والدتون به والده ها، لا تزار را رنج نباید داد والدتون مادر را به ولدی ها به سبب فرزند وی. ولا مولودون و نه پدر را، یعنی اونا پدر را رنج و پدر را هم رنج نباید داد به والدهی به سبب فرزند خویش یا به سبب فرزند او. خب معنی اینطور می باشد، لا تزار را والدتون به والدها ولا مولود لهو به والدهی، رنج نباید داد مادر به سبب فرزنده وی و نه پدر را به سبب فرزنده وی. و علی الوارث مثل ذالک، و لازم است بر وصی مانند این. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما. فإن أرادا، پس اگر خواهند مادر و پدر، فصالا شیر باز کردن، از شیر باز کردن، یعنی پس اگر مادر و پدر شیر باز کردن را میخواهند، یعنی پیش از 2 سال، انترادن باد رضامندی، من هما میان یک دیگر، و تشاورن و مشورت کردن با یک دیگر، فلا جناح علیهما، پس هیچ گناه نیست بر ایشون. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم. و این اردتم ان تسترضعوا، پس هیچ گناه نیست بر ایشون. و اگر خواهید که دایه گیرید، و این اردتم ان تسترضعوا، اگر خواهید که دایه گیرید، اولادکم برای فرزندان خیش، فلا جناح علیکم، پس هیچ گناه نیست بر شما، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تمام تسلیم نمودید آنچه دادنش مقرر کردید به خوشخویی. یعنی و اگر خواهید که دایه گیرید برای فرزندان خیش، پس هیچ گناه نیست بر شما، تمام تسلیم نمودید آنچه دادنش مقرر کردید به خوشخویی. واتقوا الله، واتقوا الله، و به تأکید الله از خدا، واعلموا و بدانید، ان الله بما تعملون بصیر، که خدا به آنچه میکنید بیناست. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، و به تأکید از خدا، و بدانید که خدا به آنچه میکنید بیناست. و ترجمه
کامل آیت این طور می باشد و مادران باید که شیر دهند فرزندان خیش را 2 سال تمام. این حکم آن راست که خواهد تمام کردن مدت شیر و بر پدر نفقه و پوشاک این زنان شیرده است. و بر پدر نفقه و پوشاک این زنان شیرده است به وجه پسندیده واجب کرده نمی شود بر هیچ کس الا قدر توانای او. رنج نباید داد مادر را به سبب فرزند وی و نه پدر را به سبب فرزند وی. و لازم است بر وصی مانند این پس اگر خواهند مادر و پدر از شیر باز کردن یعنی پیش از 2 سال بعد رضامندی میان یک دیگر و مشورت کردن با یک دیگر پس هیچ گناه نیست بر ایشون. و اگر خواهید که دایه گیرید برای فرزندان خیش پس هیچ گناه نیست بر شما تمام تسلیم نبودید آنچه دادنش مقرر کردید به خوشخویی و به تسید از خدا و بدانید که خدا به آنچه می کنید بیناست. و آیه بعدی است والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و 10 والذین یتوفون منکم و کسانی که بمیرند از شما منکم از شما و یذرون و بگذارند ازواجا زنان را یتربصن به انفسهن باید که انتظار کنانند این زنان خیشتن را به انفسهن خیشتن را 14 چهار ماه و 10 روز یعنی و کسانی که بمیرند از شما و بگذارند زنان را باید یعنی آن زنان باید که انتظار کنانند خیشتان را 4 ماه و 10 روز و ایزا بلغن اجل هننا پس چون رسیدن به میاد خیش و ایزا پس چون بلغن رسیدن اجل هننا به میاد خیش فلا جناح علیکم پس گناه نیست بر شما فلا جناح پس گناه نیست علیکم بر شما فیما فعلنا فی انفسهن بالمعروف در آن چه کردن در حق خیشتن به وجه پسندیده یعنی نکاح به طور شریک یعنی ایشان نکاح به طور شریک کردن والله بما تعملون خبیر والله و خدا به ما تعملون به آنچه میکنید خبیر آگاه است یعنی و کسانی که بمیرند از شما و بگذارند زنان را باید که انتظار کنانند این زنان خیشتن را 4 ماه و 10 روز پس چون رسیدن به میعاد خیش پس گناه نیست بر شما در آنچه کردن در حق خیشتن به وجه پسندیده یعنی نکاح به طور شرعی و خدا به آنچه می کنید آگاه است و آخرین آیه است یعنی آخرین آیه برای امروز ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء ولا جناح علیکم و نیست گناه بر شما علیکم بر شما فیما عرضتم بهی من خطبه النساء
در سخنی که کنایت کردید به آن من خطبت النساء از خواستگاری زنا، یعنی در میان عدت، این امر برای عدت است، یعنی در میان عدت. و نیست گناه بر شما در سخنی که کنایت کردید به آن از خواستگاری زنان، او اکننتم فی انفسکم، یا پنهان داشتید فی انفسکم در دلهای خود. علیم الله، دانست خدا که شما انکم ستذکرونهن، یاد خواهید کرد این زنان را. ستذکرونهن، یاد خواهید کرد این زنان را، یعنی به تصریح بعد عدت. ولکن لا تواعدوهن، ولکن لا تواعدوهن سرا، ولیکن وعده ندهید به ایشان نکاح را مگر آنکه گویید لن تقولوا، مگر آنکه گویید قول معروف، سخنی پسندیده را، سخنی پسندیده را، یعنی مگر آنکه گویید سخنی پسندیده را، یعنی به کنایه. ولا تعزموا عقدة النكاح، و قصد مکنید عقد نکاح را، حتی یبلغا، تا آن که رسد میاد مقرره، الکتاب و عجله، میاد مقرره به نهایت خود. و علمو، و بدانید ان الله، که خدا میداند آنچه، و علمو ان الله یعلمو ما فی انفسکم، که خدا میداند آنچه در دلهای شماست. و احذروه، پس بترسید از او. و علمو، بدانید ان الله، که خدا غفور حلیم، آمرزنده بردبار است. یعنی و نیست گناه بر شما در سخنی که کنایت کردید به آن از خواستگاری زنان، یعنی در میان عدت، یا پنهان داشتید در دلهای خود. دانست خدا که شما یاد خواهید کرد این زنان را، یعنی به تصریح بعد عدت، ولیکن وعده ندهید به ایشان نکاح را مگر آنکه گویید سخنی پسندیده را، یعنی به کرایت. و قصد مکنید عقد نکاح را تا آنکه رسد میاد مقرر به نهایت خود. و بدانید که خدا بیداند آنچه در دل حی شماست، پس بترسید از او. بدانید که خدا آمرزنده بردبار است. بینندگان شنوندگان عزیز، این رکوع، یعنی رکوع سیوم سوره بقره تمام شد. الان از شما اجازه میخوام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.